درود بر شما هموطنان خوبم دست مریضات خسته نباشید با دو تا خبر شروع میکنم امشب مطلع شدم که جلسه شورای عالی امنیت ملی سه بار تشکیل جلسه داد و بدون اینکه به نتیجه برسه جلسه خاتمه پیدا کرد دستور جلسه تمرد نیروهای انتظامی بود چه در سطح فرماندهی چه در بدنه کسانی که حاضر نشدن به سوی مردم تیراندازی کنند با مردم درگیر بشن یا غیبت کردن تمارز کردن خودشون رو به مریضی زدن یا اینکه می اومدن و کمکاری میکردن به قول معروف شلکاری میکردن و اونطوری که باید و شاید و توقع نیروهای بسیج بود با مردم درگیر نمیشودن. خبر دوم این که من شنیدم که سپاه قرار در یک عملیات هماهنگ و سراسری تمام پادگان های ارتش رو اشغال کنه و اسلحه خونه ها رو در اختیار بگیره هرچند فرماندهان عالی ارتش همه سپاهی هستن همین بچه های سپاه بودن که رفتن تو ارتش و اون مقامات بالا رو اشغال کردن ولی اینها از بدنه باز میترسن اسلحه خونه دست این و بعد هم قراره که اینها رو به عنوانی که آماده باش هستیم و باید حضور دائم داشته باشید در پادگان یه نوع حصر براشون ایجاد کنن که نظرم برن بیرون تا حالا بعد ببینن که چه خواهد شد عزیزانم چند تا مورد رو از من خواستن که بگم من فکر میکنم به اندازه کافی توی فضای مجازی اطلاع رسانی شده یکی طریقه در آوردن ساچمه از بدنه ساچمه به خطرناکی گلوله نیست مگر اینکه توی نخاع خورده باشه یا توی چشم خورده باشه یا توی گیجگاه خورده باشه یا اینکه به شاهرگ نزدیک شده باشه توی رگ گردن باشه هایی که تو دست و پشت و اینها هست خیلی راحت توی خونه میشه در آورد این رو ضد عفونی میکنید بعد یک دونه موچین روی آتیش میگیرید که میکروباش کشته بشه و بعد وقتی که سرد شد داخل زخم میکنید به آهنگ که بخوره مشخصه ساشمه رو میارید بیرون بعد با گاز و تنتوریود و سایر مواد ضد عفونی کننده این زخم ها رو میبندید گاهی بدن 20 25 تا 30 تا ساشمه ممکنه خورده باشه اصلا مهم نیست به همین روش در میاد و اصلا هم خطرناک نیست حتما بعدش آنتی بیوتیک مصرف کنید که چرک نکنه جای زخم ها نخ ماهیگیری میتونه در بافتن تور برای نیروهای موتورسوار بسیار مفید باشه شما نخ ماهیگیری چون خیلی باریک هست دیده نمیشه و بسیار محکم هست پاره نمیشه فقط کافیه تو مسیری که موتور سوارا حرکت میکنن از این طرف و اون طرف این نخ رو ببندید و وقتی که موتور سوارها میان تو این نخ ها گیر میکنن و زمین میخورن ما بقی غذای ها دیگه با خودتون روغن سوخترم خیلی گفتن من باز تاکید میکنم ریختن روغن ریختن روغن سوخته کف خیابون حرکت اینها رو کن میکنه با کوچکترین ترمزی چپ میکنن و میریزن به هم گاز <applause> عشقاور رو گفتن که آقای الپایم نباید به صورت زد من که گفتم صورتتون رو با آب بشورید میگن آب رو نباید به صورت زد و درست میگن من گفتم قرقره کنید یعنی آب و آب معدنی رو با آلمینیوم امجی مخلوط کنید نس نس و قرقره کنید توف کنید مطلقا به صورتتون و جایی که آسیب دیده زخمه آب نزنید به چشماتون آب نزنید به صورتتون به دستاتون آب نزنید آب یا هر گونه روغن یا کرمی بدتر میکنه چه این خاصیت اسیدی داره عزیزان من راجب پیاز شبهای قبل گفتم به من میگن که چرا طریقه ساختن نمیدونم تیرکمون و کوکتل مولوتوف و سایر چیزهای سلاحای سردی رو که رایجه در این شورش های خیابانی رو یاد نمیدید عزیزان من همین هم که میگم میبندن این پیج رو ولی توی تلگرام دستم بیشتر بازه راجع به همه اینها من تو تلگرام توضیح دادم این پست هایی که شبا من پر میکنم برای اینکه توی یوتیوب یا توی اینستاگرام بذارم سانسورش میکنم شما تشریف بیارید توی کانال خود من کانال اشعار حالو یا کانال شب نشینی حالو که شبی سی چهل تا پست مفید ما اونجا میذارم آدرسش این زیر هست تشریف بیارید اونجا و استفاده کنید اونجا من توضیحاتم رو کامل دادم <تصح> اینجا من دستم بسیار بستست برای گفتن بسیاری از مطالب از مغازدارها و مردمی که توی خیابون دوربین دارن به هر دلیلی خواهش میکنم که هر شب روزی یک بار فیلم های اینها رو پاک کنن که به دست نیروهای امنیتی نیفته قبلا خواستم که اینها رو جوری تنظیم کنید که پوشش ندن پیاده رو رو با تمام این احوال پاک کنید این فیلم ها رو دوستان عزیز من روزی یه دفعه پاک کنید و هیچ اتفاقی هم نمیفته از چیزهای ضروری که در تظاهرات لازم همراهتون باشه اسپری رنگ هست اسپری رنگ خصوصا مشکی سه تا کاربرد داره اولا اینکه دوربین ها رو میتونید باهاش سیاه کنید از کار یه جورایی بندازید دوم اینکه این, که این ماشین های آپاش رو فقط کافیه شیشه جلوش رنگ بزنید و بغلش هم رنگ بزنید راننده دیگه هیچ جایی رو نمیبینه بهترین راه از انداختن این ماشین های آپاش پاشیدن رنگ روی شیشه این هاست که نتونن حرکت کنن سه مومن به درد شعار نویسی میخورن مطالب دیگه هم دارم من کلیپ ها رو طولانی نمی کنم چون دوستان میگن تو فضای مجازی با این وضعیت اینترنت گازوئیلی بیشتر از این نمیتونیم ما لود کنیم دانلود کنیم سعی می کنم کوتاه کوتاه مطالب رو هر شب براتون بگم تا بعدی کلیپ بعدی در خدمتتون هستم